اوکی، من فرهناز هستم. به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. پس برای کودکان، برای کلن بچه ها در هر شرایطی که هستن، مخصوصا اگه اضطراب دارن، خوابای بد میبینن یا مشکلات سلامتی دارن، اسبای شاخدار بسیار براشون موثره. از اسبای شاخدار درخواست کنید که بهشون کمک کنن اونطور که به صلاحشونه و خیلی خوب جواب میده، خیلی هم سریع جواب میده. اسبای شاخدار بسیار آگاه هستند، هم در امور حسی و انرژی و درمان، و میتونن خیلی خوب به بچه ها کمک کنن. و چون ظاهرشون مثل اسب هست، بچه ها خیلی خوب و راحت دریافتشون میکنن. نکته دیگه که میخواستم راجبه صحبت کنم مسائل احساسیه. احساسات ما که البته ریشش در ذهن و ناخودآگاه هست، ولی چون ما به ناخودآگاهمون آگاه نیستیم، از احساسمون میتونیم بفهمیم که در ذهنمون چه میگذره. ولی کلن احساسات ما منشأش از ذهن ما هست و از ناخودآگاه ما. ولی چون ما به ذهنمون و ناخودآگاهمون کاملا آگاه نیستیم، یه سیستم هدایی دیگر ما احساسات ما هست. و احساسات ما یه وسیله هست برای آگاه شدن به خود و ارتباط، هم ارتباط با دیگران، هم ارتباط با مسائل یا شرایط مختلف. یعنی احساسات ما یک وسیله است و یک اگرم بهش آگاه باشیم، یه وسیله خیلی مفیده، چون حستو بهتر میفهمی تا ناخودآگاهت. اون چیزی که برای بعضیا مسئله میشه اینه که، و برای خیلیا، اکثر افراد، اینه که اکثرا از احساساتشون فرارین. از غمشون میخوان فرار کنن، از ترسشون میخوان فرار کنن، از استرابشون میخوان فرار کنن. البته این به این معنی نیست که درمان ندید، صحبت من چیز دیگری است. وقتی که دائم در حال فرار هستی، یا شاید خیلی حتی در حال فرار از خودشون هستن، وقتی دائم در حال فرار از احساساتت هستی، یک حالت جنگ درون ایجاد میکنه. یعنی دائم در حال تلاشی که این احساساتو هل بدی عقب، بهش نگاه نکنی، حسش نکنی، و این رزیستنس، این حس فرار، یه جنگ درونی ایجاد میکنه. چون البته این احساسات یک پیام هستن، وسیله ما هستن، و اگر و حتی در کودکی اینو افراد یاد میگیرن که احساساتشون رو سیپرس کنن، بفرستن پایین، حسش نکنن، نبیننش، یه جا بزن توی صندوقچه، درشو ببندن. و این گیرای زیادی ایجاد میکنه، چون از اون حسی که داری یک فرصته، از اون فرصت برای بهبودی استفاده نمی کنی، هی انباشته میشه، انباشته میشه، انباشته میشه. و یکی از دلایلی که افراد مسائل جسمانی پیدا میکنن همین هست، که از احساساتشون فرارین و نمیخوان به خود آگاه بشن. و این یه مقدار شده عادت و ریسپاند یا عکس العمل همیشگی خیلی ها، و یاد میگیرن اینطور، هم از بزرگترها، هم از محیط، چون به ما یاد نمیدن در دوران کودکی که چطوری با احساساتمون دوست باشیم، چطوری با احساساتمون راحت باشیم. و وقتی که دائم با احساس از احساسات در فرار هستند، به مرور هی این انباشته میشه و مسائل جسمانی ایجاد میکنه. خیلی، شاید حدود 90% مسائل جسمانی
ذهنی و احساسی هست که همطور که گفتم خود احساس از ذهنه، ولی چون به ذهن آگاه نیستیم، به باورهای ناخودآگاهمون آگاه نیستیم و به دیدگاهامون آگاه نیستیم، ولی حسمون رو بهتر حس میکنیم، قسمت اعظم مسائل جسمی، ذهنی و احساسی هست. قسمتش کارما هست ولی قسمت اعظمش ذهنی و احساسیه. حتی اگر یه سری از علائم جسمی با از کارما باشه، مسائل ذهنی و احساسی شدتش میده، بیشترش میکنه. چون به اضافه بعضیا از اونم استفاده میکنن برای توجه. حالا بعد یاد بگیریم از احساساتمون به عنوان فرصت استفاده کنیم و یاد بگیریم باهاش دوست باشیم و ازش نترسیم. و این تمرین میخواد، این اتفاق دو روزه پیش نمیاد. این تمرین میخواد، چون شما تمام عمرت عادت کردی که از احساساتت فرار کنی، بعد به خودت تعلیم و آموزش جدید بدی و این زمان میبره. اولین مرحلهش اینه که به احساسات خودت آگاه بشی. من خودم این دوره رو داشتم. من یه چیزی که در دوران نوجوانی متوجه شدم این بود که من خیلی خوب در کودکی یاد گرفتم که احساساتم رو سیپرس کنم. یعنی چون در کودکی روحیه لطیفی داشتم و محیطم آرام نبود، من در کودکی این رو درک کردم که من اگر بخوام تعادل خودم رو حفظ کنم، بعد احساساتم رو حس نکنم. چون میدونید بچه ها در کودکی خیلی قوی احساسات رو احساس میکنن. به اضافه اینکه افرادی که توانایی درمان دارن بیشتر امواج رو احساس میکنن و افرادی هم که امپات هستن قوی تر چند برابر. من که در هر حالش بودم، یعنی هم در حالت کودکی هم توانایی درمان داشتم، هم امپات قوی بودم و امواج دیگران رو خیلی قوی احساس میکردم. برای همین در کودکی این رو فهمیدم ناخودآگاه، یعنی چیزی نبود که راجبش فکر کنم، این اتوماتیک این اتفاق افتاده، چیزی نیست که مثلا آگاهانه براش تصمیم گرفته باشم، ولی این پروسسیه که اتفاق افتاده. که این رو درک کردم که به خاطر بقای خودم، به خاطر تعادل خودم، احساساتم رو بعد حس نکنم. و از کودکی معمولا بچه هایی که تحت فشارهایی هستن این برشون ایجاد میشه، احساساتشون رو میبندن. گاهی اوقات در بزرگسالی ایجاد میشه، اگه شخص مثلا تحت فشار خیلی زیاد قرار میگیره و بیش از یه مقدار بیش از شاید تحملش باشه، قلبش رو میبنده، احساسش رو میبنده که حس نکنه و این برای حفظ تعادلشه. ولی این کوتاه مدت نتیجه میده، در دراز مدت نتیجه نمیده. چون من در نوجوانی این رو متوجه شدم و حس کردم که من خیلی درونن خیلی خاموشم. چون وقتی احساساتتو میبندی، دیگه نه احساس بد رو احساس میکنی، نه احساس خوب رو احساس میکنی. یعنی تو وقتی احساساتت رو میبندی، باعث میشه که دردهای خودت رو احساس نکنی، ولی احساسای خوب رو هم دیگه احساس نمیکنی. بعد میشه مثل یه ربات، درونن احساس میکنی خاموشی. و این اگر دراز مدت ادامه پیدا کنه، میتونه تبدیل به افسردگی بشه، چون بی غریزه میشی، حس نمیکنی، درونن خاموشی. حالا من در نوجوانی اینو متوجه شدم که من درونن خیلی خاموشم، به این حالت که نه چیزی ناراحتم میکنه، نه چیزی خوشحالم میکنه. و به خودم که توجه دادم و خودم رو مورد بررسی قرار دادم به مرور زمان، متوجه شدم که احساساتم رو احساس نمیکنم و اجازه احساساتم رو به خودم نمیدم. و این حتی تو رابطه خیلی تأثیر ایجاد میکنه. یه حالتی که ایجاد میکنه اینه که حتی اگه کسی ناراحتت بکنه، تو عکس العمل نشون نمیدی، درونن ناراحت میشی
ولی چون اجازه احساسش رو به خودت نمیدی، حسش نمی کنی، سیپرسش می کنی و باعث میشه که اون عکس عمل درست رو هم نداشته باشی. بعد هیچی نمیگی، هیچ کاری نمی کنی و این باعث میشه تغییر ایجاد نشه، اون طرف مقابل هی اون کارش رو تکرار کنه. یعنی در رابطه به عناوین مختلف تاثیر میده. یکیش همینه که هیچی نمیگی، هیچ کاری نمی کنی، حسا رو فقط سیپرس میکنی و بعد طرف مقابلم اون کارش رو تکرار میکنه، ادامه میده و تو هم به اون به چون احساساتتو سیپرس میکنی، تأثیرات رفتار دیگران هم در خودت متوجه نمیشی. این یکی از شرایطی که بعضیا یه دفعه متوجه میشن که یه بیماریای خیلی سنگین دارن. مرسی خانم الی، من بعد یاد به خودم یادآوری کنم این اطلاعات رو پست کنم، اونطوری که گفتید پست کنم. خانم الی به من گفتن چطوری اینا رو صفحه بذارم، من حالا باید تمرین کنم یادم باشه دفعه دیگه. تشکر از اطلاعات شما. و گاهی اوقات افراد که یه دفعه انگار همه چیز اوکی به نظر میاد، ولی یه دفعه یهو میبینن یه بیماریای خیلی سنگین دارن که جانشون در خطره، این یکی از دلیلاش هست که سالیان سال خودت زدی به کوچه علی چپ، به احساسات تو شرایط تو برنامه تو روابط توجه نکردی، به خودت این باور کاذب رو دادی که خب چیزا اونقدران بد نیست، همچه اوکیه و اینا هی احساسات انباشه شده. چون با وجودی که اجازه احساسش به خودت نمیدی و حسش نمی کنی و به خودت این باور رو دادی که من اوکی ام، من چیزیم نیست، من متعادلم، این احساسات حضور دارن و تأثیر دارن و امواج میفرستن. که مثلا یکی از امواجایی که من زیاد از دیگران دریافت میکردم خشم بود، چه آشنا چه غریبه تو خیابون، حتی کسایی که من نمیشناسن با من پرخاشگری میکردن و خیلی آشکار بود که در جریان چیه، چرا همه با من پرخاشگری میکنن، ولی من به احساساتم آگاه نبودم، ولی انعکاس نشون میده. و این قانون جذبه که باعث میشه تو به خودت نتونی دروغ بگی، باطن تو به تو آشکار میکنه. تو اون همون حالت دوران نوجوانی من فکر میکردم من که آدم آرامی هستم، چرا اینقدر همه به من خشم نشون میدن؟ یه چیزی یه جایی کار مورد داره، که خب بعد از یه مدتی که به خود توجه دادم، درخواست آگاهی کردم، آرام آرام به مرور زمان متوجه شدم آه من احساساتی دارم هست که خودم بهش آگاه نیستم، حتی حسش نمی کنم، ولی اینا امواج میفرسته، در ارتعاش من تاثیر ایجاد میکنه. آگاه نبودن من تاثیرش رو از بین نمیبره. و اینم یه چیزی که افراد آگاه نیستن. مثلا یه خانمی سرطان داشت و من بهشون گفتم که شما به خودت خشم زیادی داری و احساسات مثلا خشم و تنفر داره هست و اینا رو باید رفع کنی. گفت نه خانم، گفت نه اصلا اینطور نیست، من همه رو دوست دارم. من همه رو دوست دارم. یکی از بزرگترین دروغایی بود که به خودش میگفت، چون اینطور نبود. به خیلی ها خشم زیادی داشت، به خودش خشم زیادی داشت، به خودش عشق نداشت، از خودش حس رضایت نداشت، ولی اجازه این رو که متوجهش باشه و آگاه بشه به خودش نمیداد. که تو این حالت تغییر ایجاد نمیشه. وقتی اجازه به خودت نمیدی که به حقیقت آگاه بشی، تغییر ایجاد نمیشه، چون داری انکار میکنی حقیقت رو. بعد اجازه بدی به حقیقت آگاه بشی، آشکار بشه، تا تغییرم ایجاد بشه. مثلا یه آدم الکلیه، اگه آدم الکلی اعتراف نکنه مشکل الکل داره، خب برای تغییرش هم کاری انجام نمیده. اگه بگه نه من خوبم، من هیچی نیست، نه من مشکلی در کار نیست، خب تغییرم ایجاد نمیشه. حالا در مورد احساسات، یکی از تمرینایی که من متوجه بعد از که متوجه شدم احساساتم رو سیپرس میکنم،
یکی از تمریناتی که به خودم دادم، چون متوجه شدم که اولین مرحله اینه که باید به احساسات خودم آگاه بشم، اجازه بدم احساسات خودم رو حس کنم. حالا تا مراحل تغییر بعدی و درمان و این مراحل، اولین قسمتش این بود که به خودم اجازه بدم احساساتم رو احساس کنم. که مثلا یه چیزی که من تجربه میکردم اینه که یه مسئله پیش میمد، من هیچی نمیگفتم، ولی بعد ماها خودخوری میکردم که بعد اینو میگفتم، بعد اینو میگفتم، بعد این کار میکردم، کار میکردم. این دلیلش اینه که تو اون حالتی که اون مسئله پیش میاد، به احساس خودت آگاه نیستی، احساستو بیان نمی کنی، اون ریسپاند درست رو نمیدی، بعد این رها نمیشه، هی بعد خودت بعد چند ماه میگی چرا من این کار میکردم، این کار میکردم، اینو میگفتم، اونو میگفتم. و تمرینی که به خودم دادم اینه که در هر حالتی، هر چیزی که پیش میاد، به احساس خودم توجه بدم. یعنی اگر در این حالت کسی داره به من حرفای مهربان میزنه، من به حسم توجه بدم. چون یه چیزی این بود که متوجه میشدم حتی اگه کسی به من حرفای خوبم میزنه، ابراز علاقم که میکنه، من حسش نمیکنم. چون همونطور که گفتم سیپرس که میشه احساسات، دیگه نه خوب احساس میکنی نه بد احساس میکنی. پس اولین مرحله آگاه شدن به احساسات خودم بود. که الان اگر یه کسی داره ابراز محبت میکنه، چه حسی به من میده؟ و کاملا توجه میدادم به حس خودم و ذهنن به خودم میگفتم که من به خودم اجازه میدم احساساتم رو احساس کنم. این تمرین دراز، مثلا یه سال دو سال من این تمرین رو داشتم. میخوام توقع واقعی داشته باشید، فکر نکنید دو روزه این تغییر ایجاد میشه، چون این هم یه پروسس عادت، هم ناخودآگاه و به دردهای درون هم ربط داره. آرام آرام این تغییر ایجاد میشه، پس دیدگاه واقعی داشته باشید، ولی توجه روزانه میخواد. یا حتی اگر یکی داره پرخاشگری میکنه، من به خودم توجه بدم الان این مثلا رفتار شخص چه احساسی به من میده؟ آیا من احساس خشم دارم؟ آیا احساس غرور دارم؟ آیا احساس غم دارم؟ و توجه میدادم و ذهنم میگفتم من به خودم اجازه احساس احساسات خودم رو میدم. تا یواش یواش به مرور این احساسات مثلا آشکارتر میشد. حالا بعضی ها ممکنه یه دفعه یه سری احساسات انباشتشون بزنه بیرون. برای من زیاد این حالت نداشت، آرام آرام این پروسس اتفاق افتاد. یواش یواش به این احساساتم آگاه میشدم و در عینی که احساساتم رو احساس میکردم، از خودم تشکر میکردم که به خودم اجازه میدم احساساتم رو احساس کنم. این برای این بود که خودم رو و ذهنم رو تشویق کنم به همکاری، که از خودم و از حسم تشکر دارم که حسم رو دارم حس میکنم. این برای این بود که خودم رو تشویق کنم که این با احساساتم راحت تر باشم. و دیگر این که ذهنن به خودم میگفتم که من با احساساتم دوست هستم، من با احساساتم راحت هستم، من احساساتم رو به راحتی میپذیرم. حالا بعد از مراحلی که شما به احساساتتون آگاه تر شدی، مراحل بعدی اینه که خب حالا با این احساسات میخواید چیکار بکنیم. یه چیزی که تمرین بعدی خود من بود که احساساتی که احساس میکنم اینه که احساساتم رو همون موقع به طور مثبت بیان کنم که بعد انباشته نشه و چند ماه بشنم راجبش فکر کنم. بالمثال اگر کسی الان یه پرخاشگری کرد و من احساس کردم که ناراحت شدم یا قلبم شکسته، به طور مثبت بگم که من آزرده شدم یا قلبم شکست. نه اینکه تو باعث شدی من ناراحت بشم و تو باعث شدی فلان فلان، اینطوری نه.
فقط حس خودت رو بیان میکنی به طور مثبت بدون تقصیر. که خب این شرایط، این حالا هر رفتاری طرف داره، یا حتی اگر حس خشم داری میتونی بگی که بدونی که بخوای پرخاشگری بکنی، بگی که خب مثلا من احساس خشم دارم و این مسئله منو خشمگین میکنه یا خشمگین کرده، نه اینکه تو باعث شدی من عصبانی بشم. چون وقتی دیگران رو مقصر میکنی تغییر ایجاد نمیشه. وقتی هی انگشت به طرف مقابل میدی تقصیر توه، تغییر ایجاد نمیشه، چون شما مسئول پذیر برای خودت نیستی. برای اینکه تغییر ایجاد بشه باید مسئول پذیر باشی نسبت به خودت در هر شرایطی، چون همه چیز همیشه به خودت ربط داره، عامل اصلی همیشه خودت هستی. پس بیان احساس بدون تقصیر دادن. یه حسن بزرگش اینه که همون موقع که حست رو بیان کردی آزاد میشه، اون احساس آزاد میشه، سبک میشی و دیگه نمیشینیم ماها راجبش فکر کنیم. این یه چیزی بود که من خودم تجربه کردم، که وقتی که در همون موقع حس اصلیم و باطنیم رو بیان میکنم مسئله رها میشه، دیگه بهش فکر نمیکنم. مثلا یه تجربه داشتم، یه بار یه خانومی که آشنا بود یه حرفی مثل حالت شوخی و متلک به من گفت. البته همزمان که اینو گفت من میدانستم که این قصد ناراحت کردن منو نداره، اینو آگاه بودم. یه مقدار خوش کلام نبود یا حواسش به کلامش نبود و آگاه بودم قصد ناراحت کردن منو نداره، ولی با این وجود حرفی که زد احساسی در من ایجاد کرد. احساس عشق نبود، احساس مثبت نبود. و من با احترام بهشون گفتم که خواهش میکنم کلمات پر عشق تری استفاده کنید. و ایشون گفت نکنین از دست من ناراحت شدی. گفتم خب حرفم برای من دلنشین نبود، حس بهتری به من میده اگر کلمات مثلا پر عشق تری استفاده میکردیم. و کلی عذرخواهی کرد از من که من دوستت دارم، تو میدونی. من میدونستم قصد ناراحت کردن نداره، فقط آگاه به بیان خودش نبود. و حالا اگر که من هیچ چیزی نمیگفتم، هم این که من بعدها ماها روزها سنی قضیه هی پیش خودم فکر میکردم این چرا اینو گفت، چرا من اینو نگفتم، چرا فلان، و خودم اذیت و آزار میدادم با این قضیه. به اضافه این که اگر بیان نمیکردم اون شخص آگاه نمیشد به حرف خودش، فکر میکرد حرفی بدی نزده، هیچ مسئله هم پیش نیمده. بیان مثبت من باعث شد که اون هم به بیان خودش آگاه بشه و حتی تو دفعات بعد خیلی حواسش بود و رعایت میکرد، که یه وقت باعث آزار من یا دیگران نشد. یعنی بیان احساسات به طور مثبت هم به نفع خودمونه، هم به نفع دیگران که بهشون این آگاهی رو میده. حتی یه بار این تجربه رو من به این نوع هم داشتم که من داشتم چیزی بیان میکردم که اصلا قصد آزار نداشتم، ولی طرف مقابل گفته که یه چیزی گفت به این معنی که آخ، مثل این که مثلا دردم اومد. بعد من گفتم از حرف من ناراحت شدی؟ و بعد گفت خب حرفت یه مقدار مثلا سبک نبود، سنگین بود برام. و خب از همین واکنشش من متوجه شدم، عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید اگر بیان من خوب نبود، ولی من قصد ناراحت کردنتو نداشتم. و واقعا خوشحال شدم که اون این عکس العمل رو نشون داد که باعث بشه من به بیان خودم آگاه بشم، چون واقعا قصد ناراحت کردنشو نداشتم. و
خوشحالم که باعث شد که من همون موقع بتونم هم از دلش در بیارم، هم به بیان خودم آگاهتر بشم. که بعضی اوقات آدم ممکنه حتی با نیت خوب یه چیزی بگه ولی باعث ناراحتی یکی بشه، که یه مقدار تو بیان خودم دقت به خرج بدم. حالا اگر این چیزها رو رعایت بکنید در حس آرامشتون و تغییر به شما کمک میکنه که احساساتتون رو بهش توجه بدید، باهاش دوست باشید، ازش فرار نکنید. و معمولا هم وقتی که با احساسات خودتون راحت باشید سریعتر رها میشه، سریعتر حل میشه، دیگه هی نمیمونه و انباشته بشه و این در آرامش شما بسیار تاثیر داره. و یادتون باشه احساسات ما مثل یه وسیله هداییه. مثلا وقتی حس استرس داری داره به شما میگه که عشق کافی به خودت نمیدی، باید بر خودت وقت بگذاری، به خودت توجه بدی، عشق بدی، با خودت مهربان باشی، با خودت بخشنده باشی. خیلی اوقات اگر خشم داری، خیلی اوقات خشم پوششی برای غم هست. اگه گاهی اوقات میبینی بی دلیل عصبانی هستی، احتمالش هست غمی در درت هست که داری میخوای غمتو احساس نکنی و با خشم داری پوششش میدی. چون خشم یه حس نیروی کاذب میده. در شرایطی که ریشه غم باشه، چون همیشه ریشه غم نیست ولی اکثر اوقات خشم پوششی برای غم هست. چون حس غم حالت ضعف میاره، انرژی رو میگیره، خیلی ها پوششش میدن با خشم به خاطر که یه نیروی کاذب بهشون میده و گاهی اوقات پیش دستی میشه برای اینکه مانع بشن کسی بهشون آسیب برسونه. یعنی دست پیش میگیرن، هجوم میارن، عصبانی میشن برای اینکه طرف فرصت نکنه آسیب بهشون بزنه. و خیلی اوقات خشم پوششی برای غمه. و خوبه که اگر میبینید که در خشم هستید از خودت بپرسید ریشه خشم من از کجاست؟ با حتی خشم دوست باشی و ببینی که خشمت برای تو چه پیامی داره، چه چیزی هست که بهش آگاه نیستی در درونت که باید بهش آگاه باشی. اگر آرامش نداری یعنی به چیزی آگاه نیستی، به درون خودت آگاه نیستی، مسئله هست که حل نشده، رفع نشده. و خود خشمت یه سیستم هدایی تو هست که باید به خودت آگاه بشی که چه چیزی هست که آرامش تو رو ازت گرفته؟ آیا غم هست؟ معمولا یکی از ریشه های اصلی عدم عشق به خود هست. این یکی از ریشه های اصلی تقریبا 99% مسائله. ولی خب این عدم عشق به خود لایه های مختلفی به خودش میگیره. یکی اینکه بخشنده نباشیم به خودمون، با خودمون صبور مهربان نباشیم، یا خودتو سرزنش میکنی، به خودت سخت میگیری، به خودت وقت استراحت نمیدی، لایه های مختلفی به خودش میگیره. ولی اصل مطلب اینجا این هست که با احساساتتون دوست باشید و ازش استفاده کنید به عنوان یه سیستم هدایی. لطفاً چقدر زود گذشت نیم ساعت؟ لطفا حضور داشته باشید برای قسمت بعدی.